تجهیزات الکترونیکی جزء جدا نشدنی زندگی ما شده و هر روز یه غافلگیری جدید. اما تصورش رو بکنید که اگه قرار بود برای راه اندازی هر سیستم الکترونیکی، چه توی خودرو، چه توی هواپیما یا موبایل یا حتی داخل ساعت، یه سیم برق کشیده میشد، چه اوضاعی گره تو گرهی داشتیم. جمهوری اسلامی ایران در دهه 70 شمسی با خرید 3 فروند زیردریایی کلاس کیلو از روسیه به جمع دارندگان شناور زیرسطحی در دنیا پیوست. این زیردریایی ها از جمله شناورهای زیرسطحی دیزل الکتریک هستند که باتری نقش حیاتی توی اون داره و از باتری به عنوان قلب زیردریایی نام برده میشه. ما پیشرفته های شگفت انگیزی در کار زیردریایی برامون به وجود آمد. بعضی از قطعات این زیردریایی که خیلی از کشورهایی که دارای همین زیردریایی هستن هنوز بهش نرسیدن، ما در 2 سال اول بهش رسیدیم. مثل چی میشه خوب. گفت یا نه؟ باتری پیشرفته است، خیلی فناورش پیچیده و مهمه. حتی برای تعمیر و ساخت بیشترین ساعت کار و بیشترین عرض کنم تلاش رو برابر فرمول اینا من بیام خدمتون وجود داره، مدرک که در زیر دریایی هست. چقدر باتری که شما برای واحدهای زیرسطحی تو کلاس‌های مختلف تولید می‌کنید باتری معتبریه و اصلا از کی شروع کردید و چی شد که وارد عرصه ساخت باتری شدید؟ خب عرض کنم خدمتتون، باتری‌های زیرسطحی در واقع من میتونم بگم بعد از انقلاب شکل گرفت. زیردریایی‌ها یا زیرسطحی‌های ما می‌رفتن به اصطلاح خارج از کشور، حالا ضرورت نداره اسم کشورش بیاد، و 2-3 ماه پهلو می‌گرفتن یا شاید هم بیشتر تا اینکه یه باتری رو در واقع جایگزین کنن. این مأموریت به اصطلاح سازمان توسعه منابع انرژی و شهید گوهری محول شد که ساخت باتری‌های زیرسطحی رو در دست اقدام بگیره و الحمدلله با تحقیقات گسترده‌ای که دوستان ما تونستن انجام بدن به نتیجه رسیدن و تونستن باتری رو تولید کنن. یکی از افتخارات این سازمان این هستش که باتری که حالا بیش از 3 ماه طول میکشید برای این نصبش فقط در واقع خارج از کشور، الان ما 15 روزه نصب، راه اندازی و تحویل دهی رو برای زیرسطحی های کشورمون انجام میدیم. همونطور که
زیرسطحی‌های مختلف توسط به اصطلاح پرسنل نیرو دریایی ساخته میشه، به همون نسبت توی این گروه باتری‌هایی با به تناسب به اصطلاح اون کلاسی وضعیت که زیر دریایی داره ساخته میشه، شما باتریشو میسازید. بله دقیقاً اینطوره. به طور معمول زیردریایی های کلاس کیلو با دو ردیف 120 از باتری مجهز شدند که وظیفه تامین نیروی موتور الکترونیکی زیردریایی رو به عهده دارن. خوشبختانه متخصصای صنایع دفاعی ایران موفق شدن تولید این باتری ها رو نیز در کشور بومی سازی کرده و در زیردریایی های نیروی دریایی ارتش استفاده کنند. من پیشنهاد میکنم ما برای توضیحاتمون بریم به سمت زیردریایی طارق 901. جان با خدا این مطمئنه پایین نمیره، الان خیالمون راحت باشه. خیالت راحت باشه. بفرمایید. اینجا محل نگهبانی تیم هدایت زیرسطحی در سطح دریا. ماهیت زیردریایی هستش که در زیر آب باشه، ولی ناخواسته شما از هر باتری که استفاده میکنید به مرور زمان دشارژ میشه. شارژ این باتری ها دو حالت انجام میشه، یکی در حالت اسنورکل هستش که در زیر آب یه دکلی بالا داده میشه، هوای مکش دیزل از اونجا میره داخل، دیزل روشن، باتری شارژ میشه، زیر آب حرکت میکنه. ولی اگه شرایط ایدال و مناسب باشه و تهدیدی نباشد، این زیر آب میتونه در تاریکی شب بیاد بالا، اونم نباشه، دیزل روشن کنه، تیم هدایت اینجا زیر آب رو هدایت بکنم و باتری هم شارژ بشه. این اگر شرایط ایدال باشه این چی؟ خب ببین، اگه که شرایط جنگی باشه قطعا این مدت زمان زیاد میتواند بماند، بسته به نوع مصرف از انرژی باتری. یعنی این شرایط جنگی باشه باید مخفی بمونه دیگه. بله اصلا حتی اینا میرن در یه جا کفنشیدی میکنن، در منتظر یک لحظه حمله. بله. در اون زمانی که دیگه کفنشیدی کرده، این حداقل مصرف از باتری داره که چندین روزها و چندین باره 10 روزها میتونه بمونه در داخل کمین باشه. حالا اینا باتری های زیر سطحیه درسته؟ بله. این باتری های غول‌پیکر برای زیر سطحی های غول‌پیکر درسته؟ بله. هر یکیش برای یه زیردریایی کافیه اینا؟ نه خیر، یه سته، یه پکه. یعنی چند تا؟ 240 240 برای یه زیردریایی؟ جدی؟ جا میشه توش؟ جا میشه. چجوری؟ موتور خونه، باتری خونه داره جا میشه. این دوتا کوچیکا چیه؟ این دوتا کوچیکا هم در واقع مال باتری های کلاس نهنگ، کلاس قدیر و زیرسطحی های سایز کوچیکتر. سایز کوچیکتر، سایز سبکه. چاب هر سایز و هر کلاسی یه مدل باتری براش طراحی میکنی؟ طراحی میکنی، بله. و کار سختی نیست این طراحیه؟ باید انجام بدیم دیگه، چاره‌ای نداره. نیاز نیروهای مسلح باید انجام بدیم. خیلی خوب. از باتری زیرسطحی به عنوان قلب زیرسطحی حالا طبیعتاً نام میبرن، نظارت و کنترل وجود داره روی این بخش که واقعاً امن تولید بشه اینا؟ من توضیح بدم خدمت شما که اگر حالا جای صنعتی دیگر رفته باشین، بحث کنترل کیفیت و نظارت ها به صورت رندوم انجام میشه. ولی توی این محصول که ما تولید میکنیم باتری زیرسطحی، ما نظارت و کنترل کیفیتمون به طور 100% و تمام قطعات، یعنی یک شبکه از ابتدایی که تولید میشه تا زمانی که میاد میشه صفحه فرماسیون میشه میاد و میشه یه سل باتری، به طور 100% نظارت داریم و همه جا ثبت میشه، شناسنامه مشخصه. یعنی اگر حالا به هر دلیلی یه شماره باتری مشکل داشته باشه، ما میدونیم چه روزی در چه تاریخی کی تولید کرده صفحشو، کی خمیرمالی شده، کی مراحل بقیه تولید انجام شده تا برسیده به باتری. کاری که ما اینجا انجام میدیم.
جایگاهی داریم تو صنعت باتری سازی دنیا؟ قابل رقابت با کشورهای سردمدار هستیم؟ قطعا همین جوریه. البته حالا شاید بگم که درجه یک نیستیم، ولی قطعا درجه دو هستیم و هیچ مشکلی هم نداریم. میتونیم تمام نیاز در واقع صنعت کشور ما نظر باتری تامین کنیم. و اگه نداشتیم این صنعتو؟ ببین اگر نداشتیم که اصلا ما صنعت نداشتیم. حالا اصلا مهمتر که نه تنها ما ساخت زیردریایی نداشتیم، که حتی تدارک زیردریایی هم برای ما مفهومی نداشت، چون باتری سلاح قطعه استراتژیکه و میتونستم با تحریم و همین صحبتی که هست اون با در واقع شناورای ما رو عملا بدون کارایی کنه. این دوستان الان دارن باتری‌ها رو میچینن همینطوری؟ بله، در صفحه میاد توی جلد باتری‌ها در واقع مونتاژ میشه. خب آماده میشه برای مرحله بعدی که فرمیسیون در جلد در واقع. اون دوستان که اینا افسرن جوشکاری دست صفحات دیگه، صفحات مصفر، صفحات اینا نزید. جوش میدن بیرون بعد میذارن داخل این محفظه. ما از اون طرف حرکت باید بکنیم. آره داشتن صنعت باتری سازی یه صنعت استراتژیک رو به ما میده، یعنی ما یه کالای استراتژیک رو داریم در حقیقت. شما تمام به اصطلاح محصولاتی که از ریز و درشت که قابلیت تحرک داشته باشه، کوچکترینش میتونیم از ساعت اسم ببریم، بزرگترینش میتونیم مثلا ماهواره های مثلا فضایی یا تحقیقاتی رو اسم ببریم. وضعیت جهانی به گونه ایه که تمام محصولات به اصطلاح موجود و در آینده که قرار تولید بشه و خدمتی به بشریت کنه، نیاز به ذخیره سازهای انرژی و باتری رو دارن و غیر از این هم نمیتونه باشه. و این به اصطلاح ما اگه میخوایم پیشرفت صنعت داشته باشیم باید توجه به ذخیره ساز داشته باشیم. حتما من اینطوری میخوام خدمتتون بگم که در دهه‌های آینده صنعت باتری سازی و ذخیره سازها میتونم بگم در جایگاه دومین و دومین از نظر اهمیت صنعت جهان شناخته خواهد شد. قطعا این اتفاق میفته. باتری سیلد یعنی چی؟ دقیقاً معنی سیلد چی میشه؟ سیلد اصطلاحاً به معنی درزبندی شده هستش، یعنی چیزی که بالا رو درش بسته باشه. و باتری سیلد به باتری میگن که به خاطر نوع تکنولوژی که درش به کار رفته ما میتونیم در باتری رو ببندیم. آها. و هیچ ارتباطی بین بیرون و درون باتری نباشه و تکنولوژیش بالاست. میگی تکنولوژی نو باتری ها تکنولوژی بروز های تک، به خاطر همینه که ما میتونیم در باتری رو ببندیم. مصرف باتری سیل تو کدوم یکی از صنایع گستره مصرف این نوع باتری ها در خیلی از حوزه‌های صنعتی، در هر جایی که نیاز به انرژی الکتریکی بدون وقفه باشه این باتری ها حضورش ضروریه. از جمله اونها میشه گفت توی سیستم های مخابراتی، انواع مخابرات ها، ثابت و سیار و همچنین نیروگاه ها، پست های فشار قوی که مصرف عمده این نوع باتری هاست. ولی توی باتری های سایز کوچیک اینا هم مصرف های متفاوتی داریم، از جمله تو سیستم های کنترلی، تو سیستم های هوشدار، اعلام حریق، آسانسورها و غیره میشون از اینا استفاده کرد.
واقعا یه صنعت پیشرفته است تولید باتری‌های سیل. ببینید این نوع باتری‌ها که نسل قدیمشون تولید می‌شده به مرور زمان دچار بودن با همراه با کاهش الکترولیت. نیاز به آب باتری بهش اضافه بشه، درسته؟ نیاز داشت که آب باتری بهش اضافه بشه، ولی الان به خاطر اون های تک و اون تکنولوژی بالایی که درش استفاده شده است، این کاهش به قول معروف الکترولیت درش اتفاق نمی‌افته. و اگر احیانا هم کاهش الکتریک داشته باشیم به خاطر ریکامبینیشن یا سیکل بازترکیبی که داخل خود باتری هست اتفاق میفته، موجب میشه اون کسر الکترولیت ناچیزی که اتفاق میفته دوباره خودش تامین کنه. آها، به این دلیل. و اگر این تکنولوژی بالایی نباشه این اتفاق نمیفته. دقیقاً همینطوره. ما الان محصولی که داریم تولید میکنیم با رقبامون تو دنیا واقعا قابل رقابت هست یا نه؟ ببینید ما میتونیم طعنه بزنیم به اونا، ادعا داریم توی این سند یا نه؟ با توجه به بررسی‌های میدانی که کردیم و آزمایشگاه ما انواع اقسام باتری‌ها از انواع شرکت‌های مختلف آورده اینجا تست کرده و اونها رو در مقام مقایسه کرده، ما تقریباً می‌تونیم بگیم در رنج بالایی از به قول معروف استانداردها قرار داریم. بسیار. الان محصولاتی که ما داریم تولید می‌کنیم طبق استاندارد خودمونه، یعنی طبق سلیقه خودمون تولید می‌کنیم. نیروهای جوانی که تونستن روی تحقیق بر اساس تحقیقات دست پیدا کنن به محصولات جدیدی که نیاز هم بازار داخلی است هم به اصطلاح جهانی، و بر اساس اون ما تونستیم هم استاندارد ملی بگیریم هم استانداردهای خارجیمون رو به اصطلاح اخذ کنیم تا بتونیم باتریمون رو هم داخل کشور هم خارج از کشور عرضه کنیم. شما رو میتونیم به عنوان یه نماد تجاری سازی یه محصول دانش بنیان در نظر داشته باشیم. دقیقاً همینطوره. بله. شما یه تولید کننده انحصاری محسوب میشید دیگه، درسته؟ انحصاری نه، یه چند تا شرکت کوچیک هستن. کسی دیگه تو کشور الان مثلا باتری زیردریایی تولید میکنه؟ نه نه نه، از تو زیردریایی که انحصاریه. بله. تو خیلی از چیزهای دیگه هم فکر میکنم تو بخشی از باتری‌های سیویل در واقع یکی دو تا رقیب هستش. بسیار. همکار. چقدر حمایت دولتی وجود داره تو این عرصه؟ حالا نمیگم دولت بیاد سرمایه گذاری مستقیم بکنه یا به عنوان یه مشتری وارد بشه. بله. که تو بخشیش که دفاعی و نظامی هست که طبیعتاً باید این اتفاق بیفته، اما حداقل یه محدودیتایی برای اینکه واردات بیرویه یا اینکه جلوی قاچاق این محصول رو بگیرن، اصلا قاچاق داره نداره چجوریه؟ من فکر میکنم نه تنها به اصطلاح سازمان ما، بلکه تمام تولید کننده‌های داخل کشور هیچ کمکی از دولت نخوان. تنها کمکی که ماها مد نظرمونه اینی که جلوی قاچاق رو فقط بگیرن. واردات هم ما هیچ بحثی نداریم، اون چیزی که به صورت منطقی وارد مملکت میشه و بی مالیاتش رو میده، گمرکی، عوارض اینا رو میده، هیچ مشکلی برای هیچ کس به وجود نمیاره، ولی بحث قاچاق همه رو تو دردسر داره میندازه. و این حمایت وجود داره یا نداره؟ متاسفانه نیستش. این نگاه جدی میخواد دیگه. حالا این صنعت دانشبانیانی که توی کشور راه افتاده یه حمایت میخواد که فقط جلو قاچاقش گرفته بشه، این سند بیشتر پیش بره. تنها انتظار ما اینه. کشور ما قدیر ساخته داره دریانوردی میکنه. کی ساخت؟ این بچه های نیرو دریایی و وزارت و دانشگاه، صنایع، شرکت های خصوصی، همه ملت وقتی بخواهد میشود.
اگه دیگه ما رو نردید حلالمون کنید. جوابای عربی هم بیاد یه اتناقه اتناقه خسته نباشید. سلام. اینجا دنیای زیر آبه. یه نکته در مورد باتری فرمودین شما نیمه تمام باقی مونده. بله بفرمایید. حالا همینطوری که داشتم توضیح میدادم در سال 74 سه تا اول باتریایی که اومد حتی ما استفاده آنچنانی نتونستیم ازش بکنیم. ولی امروزه به ظرف قاطع خدمت دوستان دارم میگم که باتری هایی که در کشور ایران ساخته شد، نوع باتری و بس نوع تولید و کیفیت کالاش به مراتب بهتر از اون باتری که من در سال 73 74 75 در داخل زیردریایی دیدم هست. اون ایدروژن باتری فابریکه. بله بله. حالا مگه باتری خیلی چیز مهمی حالا ساختیم چه؟ دیگه. بله باتری اگه زیردریایی زنده است در زیر آب به باتری. یعنی زنده... قلب زیردریایی. ببین در سطح دیزل هست. جنراتور تولید برق و حرکت تحرک و تمام اون کاره. ولی در زیر آب فقط باتری. یعنی قلب زیردریایی در تمام این اتفاقا با باتری میفته. با باتری و برق باتری. چون ما بحث زیر آب رو که خدا سامانه دیزل روشن نمیشه. جاهای دیگری هم وجود داره برای اینکه بریم، اما جاهای دیگر زیردریایی به خاطر رعایت نکات حفاظتی و طبقه بندی و امنیتیش هیچ دوربینی اجازه ورود نداره، بنابراین ما هم ورود پیدا نمی کنیم. اجازه میدیم امنیت همچنان بر این زیردریایی و به تبعش بر کشور عزیز و قشنگمون ایران سیطره داشته باشه. خیلی ممنونیم از شما دوستان. خسته نباشید. خسته نباشید. دست شما درد نکنه. امروز شاهد مانور زیردریایی های ساخت ایران با اسم قدیر در خلیج فارس هستیم. اتفاقی که اگر بومی سازی باتری توسط متخصصای داخلی نبود، شاید کمی دیرتر شاهد این قدرت نمایی بودیم.